در جلسه قبل داشبوردی رو تهیه کردیم که از این نمودارا تشکیل شده بودش و گفتیم که چجوری میتونیم از پیوت چارت ها استفاده کنیم و داشبورد های جذاب و خوبی رو ایجاد کنیم که به سرعت گزارشی رو واسه ما از وضعیت موجود سیستممون ارائه بدن. خب تو این جلسه میخوایم در مورد تب دیولوپر مود و ماکروها صحبت بکنیم. خب قبل اینکه وارد تب دیولوپر مود بشیم، من این تب رو خاموش میکنم چون شما به صورت پیش‌فرض این تب رو نمیبینیم. اول میام این رو تو این قسمت حذف میکنم و بعدم بهتون میگم که چجوری میتونین این تب رو بیارین که به همین صورت از همینجا هست. خب فعلا این رو برمیداریم تا به صورت کلی از ابتدا شروع. خب ما در جلسه اول فرم رو ایجاد کردیم و تو این فرم گفتیم که میخوایم اطلاعات رو وارد کنیم و از طریق این اطلاعات دیتاهایی رو توی جدولی ثبت بکنیم و گفتیم که اگر بخوایم بدون استفاده از کدنویسی و ماکرو این اطلاعات رو ثبت کنیم، اون شخصی که اطلاعات رو ثبت می‌کنه روزانه باید بیاد این جدول رو تا انتها بکشه و اطلاعات رو اینجا دستی وارد بکنه و از این فرم نمیتونه استفاده کنه. اما ما رویه‌ای رو می‌خواستیم ایجاد کنیم که اون شخصی که کاربر ما هستش و اطلاعات رو ثبت می‌کنه بیاد تنها این چهار گزینه رو وارد بکنه و با زدن دکمه بتونه که این اطلاعات رو تو اینجا وارد کرده و ثبت کنه. خب برای این کار ما از محیط برنامه‌نویسی اکسل استفاده می‌کنیم. محیط برنامه‌نویسی اکسل که VBA هستش و مخفف Visual Basic for Application هست، توی تمامی بسته‌های نرم‌افزاری آفیس وجود داره که یکی از این بسته ها اکسل هست که داریم مشاهده میکنیم و مربوط به تجزیه و تحلیله. یکی دیگه مثلا ویدیو هستش که برای ترسیم میباشد و مورد دیگه مثل پاورپوینت، ورد و غیره، آوتلوک. تو تمامی این موارد تب دیولوپر مود وجود داره و ماکروها هستن و ما میتونیم از محیط VBA استفاده کنیم. خب حالا از اونجایی که ما اینجا در آموزش اکسل هستیم، این مورد رو توی اکسل با هم می‌بینیم که خیلی کاربرد داره و امروزه خیلی‌ها دارن ازش استفاده می‌کنن و خیلی مرسوم شده به خصوص تو ایران. حالا قبل اینکه وارد بحث VBA یا برنامه‌نویسی توی اکسل بشیم، اول باید چند تا پیش نیاز رو داشته باشیم. خب پیش نیاز اول آشنایی با ماکروها هستش، بعد تب دیولوپر هست که با هم جلو می‌بینیم و بعد که با اینها آشنا شدیم وارد VBA میشیم و یه مقدار کد با هم می‌نویسیم و در سطح آشنایی با VBA این دوره رو تموم می‌کنیم که انشالله در دوره‌های بعد برنامه‌نویسی پیشرفته توی VBA رو شروع خواهیم کردش و ادامه می‌دیم. خب ماکرو چیه؟ من خیلی از کارهایی که توی اکسل انجام میدم تکرار هستم. به طور مثال میام این رو سیو میکنم، فایل سیو از پی دی اف میکنم، درسته؟ هر وقت که من گزارش رو میگیرم میام سیو از پی دی اف میکنم و اینجا پی دی اف رو اونو به صورت یه گزارش میگیرم و اینجا ثبت میکنم و اون وقت میتونم این گزارش رو به صورت جداگونه به مدیر خودم یا کسی که این اطلاعات رو لازم داره ارائه کنم و حتی پرینتش رو بهش بدم و یا ایمیل کنم براش. خب پس این سیو از پی دی اف هست که حالا سیو از های مختلفی وجود داره توی اکسل که ما زیاد واردشون نمیشیم، شاید توی جلسه جداگونه اینا رو تک تک براتون بگم که یکی از اونها حالا سیو از پی دی اف بشه که از اکسل 2010 به بعد این امکان وجود داشت که من به صورت جداگونه پی دی اف رو نگیرم. اگر کسانی که با اکسل 2007 کار کرده باشن دیدن که نمیتونن سیو از پی دی اف بگیرن، ولی الان توی اکسل 2010 به بعد میشه سیو از پی دی اف کرد. خب حالا ماکروها این قابلیت رو واسه ما ایجاد میکنن بدون اینکه یک شخصی وارد برنامه نویسی بشه بتونه یک رویه ای رو ضبط بکنه که این ضبط کردن نوشتن کدهای اقدامات انجام شده توسط اون فرد تو اکسل. پس نرم افزار به صورت خودکار میاد اقدامات من رو به صورت کد یک جا سیو میکنه و هر بار که من اون ماکرو رو ران بکنم، اجرا بکنم، اون اقدامات رو تکرار میکنم. بیاین یک نمونهش رو ببینیم. به طور مثال من میام اینجا مینویسم 1 2 3
و فردا هم دوباره باز میکنم، مینویسم اینجا 1 2 3. خب من چون این کار رو هر روز دارم تکرار میکنم، میخوام یک کدی اینجا ایجاد شده باشه که این 1 2 3 رو واسه من انجام بده. خب برای این کار من کافیه بیام توی ویو و تو قسمت ماکروها، توی ویو ماکروز نه ریکورد ماکروز، خب یه ماکروی رو ضبط کنم. هرچند میشه اینجا تو این قسمت هم این کار رو انجام داد که این هم واسه ضبط ماکرو. خب وقتی که من ریکورد ماکرو رو بزنم میگه اسم ماکرو تو بگو، من میگم تست. خب میگه ماکروت کجا ذخیره بشه، تو این ورک بوک، تو این اکسلی که داری ایجاد میکنی ذخیره بشه، خب توی یه ورک بوک جدید ذخیره بشه، یا توی پرسونال ماکرو، یعنی ماکروهای شخصی باشه. خب من توی همین ورک بوک رو ذخیره میکنم، یه توضیحی هم میتونم در موردش بدم و یه مثلا ای اگه اینجا بذارم کنترل ای رو هر دفعه بگیرم شورت کی اون هستش و این ماکرو ران میشه، که حالا من شورت کی براش نمیذارم. دیسکریپشنش هم می‌نویسم this is a test. خب و اوکی میکنم. حالا اینجا اگر توجه کنین این علامتی که اینجا دیدین به مربع تبدیل میشه، یعنی نشون دهنده این هستش که یک ماکروی داره ضبط میشه مثل فیلم برداری. و من میام اینجا تمام اقداماتی که انجام بدم از الان به بعد رو اکسل ضبط میکنم و من اینجا می‌نویسم 1 2 3 و حالا 4 هم می‌ذارم. خب الان این کارهای من ضبط شدش و من وقتی که 4 رو ضبط کردم دوست دارم که ماکرو برگردونه این اسکرول من که توی سلول 5 سلکت شده رو بیاره روی B، درسته؟ و این کار هم ضبط میشه و بعد میام این مربع رو میزنم که بگم دیگه کار من اینجا تموم شد. خب حالا من میخوام ماکرو ران کنم، فردا اومدم اینو دلیت کردم و میخوام دوباره از اول بنویسم 1 2 3 4. برای این کار من دوباره تو همین تب ویو، وقتی که ویو ماکروز کنم میتونم اینجا این رو ران کنم و وقتی که ران کنم میبینید که 1 2 3 4 رو مینویسه و دوباره میاد توی سلکت 5. بر فرض مثال من اینجا هستم، بذارین با هم دیگه دوباره ران کنیم ماکرو رو، ویو ماکروز ران. خب نگاه کنیم که این میاره این رو اینجا و چیزی که حالا اینجا گذاشته 1 رو اینجا قرار داده که این مطلوب من نبودش. چرا یه چنین کاری رو کرد؟ گفتم که ماکروها ضبط میکنه و همه چیز رو به صورت کد قرار میده و اینها رو کد نوشته و وقتی که ماکرو اقدامات ما رو کد میکنه ما باید یا خیلی دقیق کار بکنیم که دقیقاً اون چیزی که هست رو با ذهن کد نویسی انجام بدیم، وگرنه ممکنه خطاهایی توش ایجاد بشه که میتونیم این خطاها رو از طریق وقتی که ویو کنم اینجا ادیت رو بزنم میره دقیقاً محیط وی بی ای رو واسه من باز میکنه و اقداماتی که ضبط شده رو اینجا نشون میده. خب ماکروها خیلی خوبن ولی نه واسه استفاده به نظر من، واسه یادگیری خیلی خوبن. الان وقتی که کسی که با وی بی ای میخواد کار کنه و آشنایی چندانی نداره، وقتی که محیط وی بی ای رو حالا بعدم با هم در موردش توضیح میدم رو باز میکنه، میاد اینجا میبینه که ناکن من وقتی که کد می‌نویسم یه چنین کدی رو واسه انجام دادن قرار دادن یک توی یه سلولی انجام داده و میتونم از اینها استفاده کنم واسه کد نوشتن خودم. پس شبیه هلپ میمونن، نوشته اکتیو سل، سلی که اکتیو هست فعال هستش، دات فرمولا دات آر 1 دات سی 1 خب مساوی 1 قرار بده و بعد یه چنین رنج رو سلکت کن. خب این کد بهینه نیست، خوب نوشته نشده بخاطر اینکه ضبط نرم افزاری و هوش چندان قابل قبولی نداره، ولی خب در این حد هم خیلی خوبه و کمک کننده هستش. من اینو میبندم. ماکروها رو ما میتونیم به اشیا هم نسبت بدیم. به طور مثال من وقتی که یک شی رو از توی قسمت اینزرت شیپ یه مستطیل رو اینجا قرار میدم، خب میتونم به این یه ماکرو اساین کنم، کلیک راست کنم اساین ماکرو رو بزنم و این ماکرویی که اینجا هستش رو اساین کنم، یه دونه جدید ذخیره کنم یا یه دونه ریکورد کنم. بر فرض مثال من اینو اساین میکنم و وقتی که اساین کردم این رو کلیک کنم دوباره میاد کد ماکرو من رو ایجاد بکنه، 1 رو اینجا قرار داده و دوباره برگردونده سلکت من رو روی B2. و خب بذارین از اول من اینا رو دلیت کنم، این که اینجا هستش رو من میزنم، 1 2 3 4 رو قرار میده و سلکت میکنه سلول بعدی من. پس من میتونم اینجا ماکروها رو اساین کنم بدون اینکه کد نویسی انجام داده باشم، یک سری اقدامات تکراری من رو
انجام دادم و حتی میتونم تکس بنویسم اجرای ماکرو به طور مثال. خب تکس رو واسش بنویسم و شبیه یه دکمه اینجا واسش قرار بدم و حتی تغییرات خودم رو روش اعمال کنم و این دکمه رو قشنگ ترش بکنم. درسته؟ خب ولی گفتم که ماکروها یه ذره قابلیت خوبی ندارم. برای اینکه من بتونم اینو من دلیت میکنم، خب برای اینکه بتونم یه دکمه ای رو که قابلیت خیلی زیادی داره و کد نویسی مناسبی توش انجام شده باشه رو ایجاد بکنم، خودم میام از ابتدا برنامهش رو مینویسم و اگر جایی رو ندارم از هلپ از گوگل استفاده میکنم و سرچ میکنم. پس ما اینجا یه سری پایه های برنامه نویسی رو یاد میگیریم، برنامه نویسی و پایه های استفاده از وی بی ای رو یاد میگیریم و اگر کسی علاقه من بود میتونه به وبسایت ما مراجعه کنه و آموزش برنامه نویسی وی بی ای در ویزیو رو در حال حاضر مشاهده کنه و انشالله در آینده نه چندان دور برنامه نویسی در اکسل رو هم به صورت جامع ارائه خواهیم کرد. خب حالا با ماکروها که آشنا شدین و استفاده اون رو دیدین، حالا بیایم اینجا با تب دیولوپر آشنا بشیم. برای اینکه من یک قدم فراتر توی اکسل کار بکنم و فقط از ابزارهایی که اینجا مشاهده میکنین استفاده نکنم، یه تبی وجود داره واسه اشخاص توسعه دهنده یه اکسل هستن که میتونن اکسل رو حالت انیمیت کنن، یعنی انیمیشن مانند حتی بکنن، میتونن توش کد بنویسن، میتونن یه واسطه‌ای بین برنامه‌نویسی تو اکسل و ابزارهای اکسل هستش توی این تب. اگه به قسمت فایل آپشنز توی قسمت کاستومایز ریبونز مراجعه کنین، اینجا یک تبی رو مشاهده میکنین که تیک اون خورده نشده. میتونین این تب رو کلیک کنین و اوکی رو بزنین و تب دیولوپر رو اینجا مشاهده کنین. خب این تبی که ایجاد میشه یک سری ابزارهای مازاد رو در اختیار من قرار میده که ما اینجا مهمترین اونها رو با هم میبینیم و در جلسه بعد با ویژوال بیسیک و محیط برنامه‌نویسی در اکسل آشنا میشیم. خب همونطور که مشاهده میکنین اینجا من دوتا دکمه دارم که واسه ثبت کردن اطلاعات و پاک کردن اونا هستش و از این دوتا دکمه میتونم استفاده کنم تا اطلاعات رو تو این تیبلم ذخیره کنم که اینا رو من در جلسه بعد با هم میسازیم و الان میخواییم با این تب و ابزاراتی که دارن بیشتر آشنا بشیم. خب فایل تمرینی قبلیمون رو میارم. خب اینجا من هیچ گونه اکسلی کدی استفاده نکردم و حالا تازه میخواییم با هم شروع بکنیم. خب میریم تو تب دیولوپر خودمون. وقتی که یه بار این تب رو بزنین همیشه اکسل رو که باز کنین تب دوباره دیده میشه و اگه میخواین نبینینش دوباره باید برین تو فایل آپشنز کاستومایز ریبونز و اون رو تیکش رو بردارین. خب از اینجا شروع میکنیم. اینجا ویژوال بیسیک هستش که بعدا میبینیم، ماکروها هستش که همون توی ویو هم وجود داشتش و دیدیم، ریکورد ماکرو هست که دیدیم چی هستش، یوز ریلیتیو رفرنس این مورد خب توضیحش اینجا هست و اگه بخوایم توضیح بدیم یه مقدار حالت پیشرفته تر میشه که انشالله تو دوره های بعدی با هم میرسیم. چیزی که من میخوام اینجا توضیح بدم اینزرت هستش و دیزاین مود هست. این دوتا رو من میخوام اینجا الان توضیح بدم. خب اینزرت قرار دادن یک سری ابزارها هست که دو قسمت تشکیل شدن، یکی فرم کنترلز هستش، یکی اکتیو ایکس کنترلز. اگه از فرم کنترل ها استفاده کنیم نیازی به قرار دادن نوشتن کد واسه اونها نیست، ولی اگر از اکتیو ایکس کنترلز استفاده کنیم مثل این، من باید اینجا دیگه یه کدی رو بهش اساین بدم. میبینین وقتی که دوبار دابل کلیک میکنم روش میره تو قسمت وی بی ای. خب من تو این جلسه میخوام در مورد فرم کنترل ها صحبت کنم. فرم کنترل ها ابزاری هستن که ماکروهایی با اونا تخصیص داده شده توسط مایکروسافت اکسل، توسط شرکت مایکروسافت، که اگر از اونها استفاده بکنم نیازی به نوشتن کد وجود نخواهد داشتش. خب به طور مثال یکی از اونها که خیلی کاربرد داره چک باکس هستش. خب من اگه چک باکس رو کلیک کنم و اینجا میبینین که علامت موس من به مربوط به مثبت تبدیل شده و اگه اینو اینجا بکشم، خب یه چک باکسی رو اینجا واسه من قرار میده که میتونم اونو کلیک کنم و تیک اون بخوره. خب خیلی وقتا من اگه یه سوالات چهار گزینه‌ای اینجا ایجاد بکنم
و بنویسم که مثلا میخوام این چک باکس هم کلیک راست میکنم، این حالت مربعی بیاد، اینو میارم اینجا قرار میدم. خب و بنویسم بغل این چک باکس هم بنویسم که آیا موافق هستید یا خیر. خب که اگر موافق هستید مثلا اینجا رو کلیک کنم. واسه این کار باید بیام این اول متنش رو ادیت کنم که میتونم اینجا کلیک کنم و متنش رو دابل کلیک کنم و تغییر بدم. خب یا اینکه کلیک راست کنم روش و ادیت تکست رو بزنم که تکستش رو ادیت کنم و بعد بیام بنویسم F2 یه مقدار اکسلتون ممکنه بعضی وقتا این مشکل افرام داشته باشه. خب آیا موافق هستین؟ خب بعد اینجا علامت تیک رو اگه بزنه بله موافق هستم، خیر موافق نیستم. خب این واسه پرینت گرفتن شاید جالب باشه، اما بعضی وقتا من میخوام از این تجزیه تحلیلم بکنم دیگه. هر یک از این فرم کنترل هایی که اینجا میبینین وقتی که یه اپریشن رو انجام میده یه خروجی رو هم به من میده. خب قبل اینکه وارد چیز بشم، و شما اگه از این وقتی که این تکست باکس رو، این چک باکس رو قرار دادین، رفتین تو حالت دیزاین مود. حالت دیزاین مود رو اگه خارج، اصولا خارج هستین بزنین، دیگه من نمیتونم به راحتی این رو ادیت کنم. میبینین کاری که دیزاین مود میکنه، یعنی اینکه من وقتی که از این فرم کنترل ها یا اکتیو ایکس کنترل ها استفاده کردم روی دیزاین مود برم، میتونم اینجا این رو ادیت کنم. خب بریم که اینجا این فرم کنترلمون رو ادیت کنیم. بریم اینجا حالت ادیتش رو، فرمت کنترل رو ببینیم. خب وقتی فرمت کنترل رو میزنی یه باکسی واسه من باز میشه که امکانات ادیت کردن اون فرم کنترل رو به من میده. هر فرم کنترلی خب به غیر از کالرز و سایز و پروتکشنش که میتونم و پروپرتیزش که میتونم تغییرات بدم و خودتون به راحتی میتونید اون رو مشاهده کنید و ببینید چه امکاناتی میده، چیز خاصی نیستن، یه گزینه کنترل داره. خب که نشون میده که ولیو اون چه مقداری باشه، چکت انا آن چک باشه یا میکس باشه. خب که حالا من آن چک میکنم و یه سل لینکی داره که این مهمه واسه من. سل لینک داره به من میگه که خروجی این فرم کنترلم کجا باشه. اگه من میام یه سلول رو کلیک کنم به طور مثلا همین F6 من و اوکی کنم، خروجی این چک باکسم رو داره اینجا به من نشون میده. و اگه من اینو یه مقدار حالا کوچیک کنم و یه مقدار اینو بزرگ کنم که بتونه نشون بده، نامبرش هم بکنم، خب داره خروجی این رو به من نشون میده که به صورت فالز اور ترو هستش. این چون بزرگ بود به من اینجا نشون نمیداد، دابل کلیک کردم که به اندازه این نوشته فالز باشه. خب میاد خروجی این رو نشون میده. پس اگه من اینو چک نکرده باشم فالز رو داره به من نشون میده، اگه چک کرده باشم ترو رو نشون میده. اون وقت من میتونم اینجا تجزیه تحلیل کنم. به طور مثال اگر شخص موافق نبودش، بیام بگم که اوکی تو این سلول یه کاری رو انجام بده. حالا تو این سلول مثلا می نویسم ایف رو قبلا دیده، مساویه ایف این مساوی ترو بود. خب بیا بنویس اوکی و در غیر این صورت بنویس نات اوکی. خب و پرانتز رو میبندم، البته اینجا دات گذاشتم که اشتباهه، ویرگولش میکنم و اینتر میزنم و میبینین که اینجا اوکی رو نوشت. بعد میتونم اینو حالا هاید کنم یا رنگش رو یه طوری بکنم که کاربر من نبینه. به طور مثال اینجا تکستش رو میگیرم این رنگی میکنم. میبینین دیگه معلومه چون هم رنگ این شد. و حالا اگه کلیک کنم این اوکی و نات اوکی من تغییر کنم و پس من میتونم بعد هم تجزیه و تحلیل های خودم رو انجام بدم. خب دیدین که یکی از موارد فرم کنترل ها چک باکس خیلی وقتا استفاده میشه کجا هست و چجوری هستش. خب حالا بقیه موارد رو هم من به صورت خلاصه بهتون نشون میدم. مثلا اینجا یه باتم رو میذارم. خب باتم رو که میذارم میگه یه ماکرو به این اساین کن. من یه ماکرویو از قبل ذخیره کرده بودم، به جای اینکه برم اینزرت کنم یه شیپی رو و اونجا ماکرویو رو بهش اساین کنم، میتونم اینجا یه ماکرویو رو همینجا تستر رو که داشتم مثلا اساین کنم و از این استفاده کنم و
میبینید که میاد اینجا 1 2 3 4 منو می‌نویسه. خب فرمولای منو به هم زد و دیگه کنترل زد هم نمیتونم بکنم اینجا، چون از ماکرو که استفاده میکنین دیگه اکسل نمیفهمه که کنترل زد بکنه. پس حواستون به این قضیه باشه. خب این فایل تمرینی من بودش و اگر هم لازم دیدین میتونین آن سیو کنین بیاین بیرون. پس از این هم دیدین که چه کاری میکنه و ناکنین سلکت منو برمیگردونه به بی من، چون مرج بودش کل اینجا رو میگیره. خب و تو آیه که من چیزی نمیدونسه چون مرج بودش، ولی اینا رو 2 3 4 کردش. پس یه دونه باتم هم دیدین که چیکار میکنه. چک باکس رو قبلا با هم دیده بودیم. یه کومبو باکس هستش. کومبو باکس من اینجا واسهتون میکشم. خب کومبو باکس حالت ببخشید بزرگ مثلا اینجا من اینو کوچیک میکنم تو کجا اینجا. خب آیا ماموریت بود یا نبود دیگه، درسته؟ یادتونه اینجا من از دیتا ولیدیشن استفاده کرده بودم. اگه میتونم اینجا میام این رو قرار میدم، بک کلیک راست میکنم، فرم کنترل رو میزنم، میگه اینپوت رنج رو بهم بده. من اینو بهتون نمایش میدم که خودتون متوجه بشین. میام اینجا این قسمت رو میگیرم، بعد سل لینکش رو واسش تعریف کنم که خروجیش رو کجا بده. میام به طور مثال حالا اینجا رو ببینم. خب اوکی میکنم، بعد میام اینجا ناکنین هیچ کدوم رو میگیرم، اینجا نشون میده خروجیش رو هم توی اینجا به من داره نشون میده، به صورت عدد داره نمایش میده. من یه اینجا چون همونجا که سلکت کرده بودم نات اوکی اوکی رو گذاشته بودم واسه چک باکسم و رنگش فرق داشت، حالا مشکی کردم که شما هم نشد. وقتی که هیچ کدوم رو قرار میده میگه 1 رو قرار دادی. یعنی چی؟ یعنی اولی رو اومدی گرفتی. خب وقتی که 2 رو قرار بدم یعنی که دومی رو قرار بدی. خب اینجا هم خیلی کاربرد داره، حالا تو جایی که استفاده میکنین چیز جالبی هستش. ولی خب من اینجا از دیتا ولیدیشن استفاده کردم به خاطر اینکه میخواستم قابلیت تایپ داشته باشم، درسته؟ خب بعدی رو هم با هم یه نگاه بندازیم. خب تو بعدی ما اسپین باتم ها رو داریم. اسپین باتم هم یه چیز جالبی هستش که من اگه به فرض اونو اینجا قرار بدم، خب اینجا یه ذره کوچیک‌تر بزرگش میکنم. خب اینجا من میتونم اعداده که داخل یه سلول نوشته میشه رو افزایش بدم باش. خب اول باید بیام تو فرم کنترلش، اینجا بگم که current valueش حالا چقدر باشه، مثلا 0 خوبه. minimum valueش هم میتونه 0 باشه، maximum valueش مثلا تا 3000 تا نوشته پیش فرض بره. و خب incremental range مثلا افزایشی که داری یکی یکی بره بالا یا دو تا بره بالا یا 3 تا 3 تا، مثلا من میذارم 3 تا 3 تا بره بالا. خب که ببینیم چه سل لینکش هم باید انتخاب کنم که خروجی رو به من بده که این رو انتخاب میکنم. اوکی میکنم، میبینید 0 اینجا قرار داد. حالا اگه من هر یه دونه باتمی که اینجا میزنم زوم کنم که ببینین، هر یه بار کلیکی که اینجا میکنم 3 تا به این افزایش میده. خب 3 تا میبرتش بالا و ناکنین متوجه نمیشه که فقط این باید فارسی باشه. اگه میخوایم فارسیش کنیم میانیم توی فرمتاش کاستوم، قبلا بهتون یاد داده بودم رو امتحان میکنیم. منم اولین بار دارم امتحان میکنم، البته این رو انتخاب میکنم و اوکی میکنم. این فارسی کردش، به زور میگیم باید فارسی بشه. خب حالا میبریمش بالا، درسته؟ پس اسمین باتوم هم جالبم واسه وقتی که من میخوام اعداد رو افزایش بدم، مثلا وقتی که تعداد این رو دونه دونه میخوام ببرم بالا یه جایی لازمتون میشه. حالا الان من جای کاربردیش تو ذهنم نیستش. خب بریم مورد بعدی رو با هم ببینیم توی دیولوپر، توی اینزرت. خب مورد بعدی یه لیست باکسه. لیست باکس من اینجا واسه تون میکشم. یه لیستی رو من به این اساین میتونم بکنم که با بالا پایین کردن اینا اون لیست منم تغییر کنم. مثلا پرسنل من یادتونه که یه جدول اینجا داشتم توی پرسنل دیتا، من میخوام این رو توی اینجا ببینم، یه چیز کوچولو و جمع و جورتر رو اینجا ببینم واسه یه یوزری که مثلا میخواد اسامی رو اینجا ببینه یا مثلا بیاد اینجا انتخاب بکنه شماره پرسنلش اینجا بیفته، میتونین این کارم باشه انجام بده. خب کلیک راست فرمت کنترل رو میزنم، میگه اینپوت رنجش رو به من بگو. برای اینکه اینپوت رنجش رو انتخاب کنم، یعنی دامنه ورودیش رو، من میام اینجا تو پرسنل دیتا. خب من میخوام از نام خانوادگی به من بگه دیگه، به من بگه که نام خانوادگی ها رو به من نشون بده و بگه تو کدوم سطر قرار داره. خب من این نام خانوادگی رو انتخاب کنم، سل لینکش هم که واسه خروجیش هست و مثلا اینجا رو انتخاب کنم.
بعد اوکی میکنم. میبینین که نام خانوادگی ها رو داره به من اینجا نشون میده. و حالا من از دیزاین مودش بیام بیرون، اینجا میتونم دیگه بیام پایین و بر اساس نام خانوادگی یکی رو انتخاب بکنم و اینجا بیاد به من چیو شماره سطرش رو نشون بده. حالا میتونم از طریق این شماره سطر و نوشتن فرمول، یکی از فرمول هایی که تو ویلوکاپ هست ایندکس، خودتون بعدا برین امتحان کنین و ازش استفاده کنین، بهتون یاد دادم چجوری از فرمولا میتونین استفاده کنین. خب از اون فرمول استفاده کنین و ایندکس کنین که ببینین که آقا این ولیوش کجا هستش. خب از فرمولای لوکاپ میتونین استفاده کنین. و خب اول اسمشو بیارین که ببینین مثلا این کشاورزی کدوم کشاورزی هستش، بعد که بودش اونی که انتخاب کردین مناسب بود انتخاب کردین و بیاد شماره پرسنلیش هم لوکاپ کنه بذاره اینجا، درسته؟ خب بیاد اینو لوکاپ کنه و بذاره اینجا و از این طریق دیگه من شماره پرسنلی ها رو میتونم با نام و نام خانوادگی انتخاب کنم. کسی که شماره پرسنلی ها نمیده، مثلا طرف داره وارد میشه، همونجا میام میگم این کشاورزی بود، این رو انتخاب میکنم و اینجا میره میخونه که کدوم کشاورزی هستش و شماره پرسنلیش رو میذاره اینجا و کارهای ما رو جلو میبره. خب پس اینم یه روش واسه ساده تر کردن این نرم افزارمون. خب البته من اینو قرار ندادم توی اکسل اصلیمون، به خاطر اینکه یه شخصی که حالا وارد میشه تایپ کردن با سریع تر از این هستش که من بیام اینجا و انتخاب بکنم. مثلا طرف داره رد میشه تک تک، مثلا سه نفر با هم اومدن، من یه لحظه میام شماره پرسنلیشون رو میزنم، میگم آقا شما شماره پرسنل چی هستش اینجا تایپ میکنم، اون یکی شماره پرسنلش چی هستش اینجا تایپ میکنم، یا یه جا خروجی دارم میگیرم شماره پرسنلیا رو دارم. خب ولی اینطوری من بخوام بیام هی تک تک پیدا بکنم یکم طول میکشه، بخاطر من قرار ندادم. خب بریم بعدی. اینا رو دیگه خودتون، مثلا این یه لیبل هستش که میتونین اینجا قرار بدین، مثلا یه تیکه من اینجا اقدامات رو نوشتم، میتونستم اینجا از یه لیبل استفاده بکنم خب و یه لیبلی رو قرار بدم اینجا، میگم مثلا این گروه مثلا اقدامات من هستش و اینو تغییر بدم، میگم اقدامات. خب و همینطور یه کاری رو واسه من انجام بده. خب این کاری رو واسه من انجام نمیده، فقط یه فرم کنترل. اما اگه مثلا من اینجا از اکتیو ایکس استفاده کنم، میتونستم یه ماکرو رو بهش اساین کنم، یه حرکتی رو بزنم واسش بهتر بشه. خب مثلا اینو به جای اینکه اونجا بنویسم توی یه سلول اقدامات، میام اینجا بنویسم اقدامات. خب بعدی مثلا این گزینه انتخاب کردنه. خب مثلا من بگم که آیا این گزینه مثلا اینجا، خب گزینه دارم یه جا میخوام گزینه انتخاب کنم، اینجا میام قرار میدم آیا موافق هستین دوباره یا نه، همون مثلا به جای تیک کردن آیا موافق هستید. خب بیاد اینو بتونه انتخاب بکنم و میام توی فرمت کنترل دوباره کنترلز، اگه چک باشه یا آن چک باشه بیاد اینجا یه یه گزینه یه ولیوی رو مثلا اینجا چک هستش، ولیو یک رو قرار میده، آن چکش بکنم، اگه چک شده باشه نمیتونم بیام آن چکش کنم، مثلا که الان از این طریق آن چکش میکنم، واسه یک بار انتخاب کردم مناسب است. من اینجا تیک مثلا اونجا میتونستم تیک بزنم توی چک باکس، ولی اینجا مثلا میگم خب این انتخاب کردم، میرم بعدی، حالا بعد دیگه نمیتونم اینو ورش دارم، من یعنی که بیام تو فرمت کنترل اینجا فرمت کنترلش رو آن چک کنم. خب واسه یه بار انتخاب، واسه گزینه انتخاب کردن خیلی خوبه و بگیم جایی که شما فقط یک بار حق انتخاب دارین و بعد لاکش کنم که دیگه نتونه اصلا بیاد اینجا توی فرمت کنترل تغییرش بده، درسته؟ خب دیگه بقیه موارد رو شما خودتون میتونین بریم ببینین. در جلسه بعد میام با اکتیو ایکس ها کار کنم، یعنی یه باتمی رو اینجا میذارم برای ثبت اطلاعات و میایم اینجا وارد محیط وی بی ای میشیم. حالا وقتی که ما از تب دیولوپر و insert form control ها استفاده کردیم، یا ماکروی رو تو اینجا تخصیص دادیم بهش، یا کد وی بی ای رو نوشتیم، هر کدوم از این کارها رو که کردیم، وقتی که بخوایم فایلمون رو سیو کنیم از ما سوالی رو میپرسه، ارور میده و میگه
information در حقیقت ارور نیستش، میگه که این فایل شما یه فیچری داره که نمیتونه به صورت ورکبوک معمولی سیو بشه و اون فیچر شما وی بی پروژکت هستش. میگه اگه بخواید این فیچر رو سیو کنین، کلیک نو، نو رو کلیک کنین و سپس ماکرو اینیبل فایل رو انتخاب بکنین. خب و اگر نمیخواین ماکرو اینیبل باشه، یس کنین که به صورت عادی بشه و ماکروهاش پریده بشه و اون وقت دیگه ماکروی رو نداشته باشه. فایل اکسل به صورت پیشفرض XLSX هستش. خب ما اگه بخوایم XLSX سیو بکنیم، یعنی از ابزارات پایه‌ای اکسل، اولیه اکسل استفاده کنیم و هیچ کد ماکروی یا وی بی ای توش استفاده نشه، اما وقتی که از این فرم کنترل ها یا ماکرو یا وی بی ای استفاده کنیم، باید به صورت XLMSX سیو بشه. خب که بگه این ورکبوک ماکرو داره، هیچ گونه تضادی نداره و شما وقتی که به این صورت سیو کنین، همه میتونن از اون استفاده کنن. هر کسی که اکسل داشته باشه و تب دیولپر مودش هم نیورده باشه، میتونه ازش استفاده کنه و مشکلی نداره. فقط این ویژگی باعث میشه که ما کد هامون سیو بشه و وقتی که نو رو بزنم، میره حالت سیو از کامپیوتر رو میزنم و بعد بیام اینجا XLSM X ماکرو اینیبل رو انتخاب کنم، XLSM رو انتخاب کنم. خب و اینجا سیوش میکنم. حالا من قبلا سیو داشتم اوورایت کردم و خب این سیو میشه به صورت ماکرو و اینجا دیگه پسوندش میشه XLSM. امیدوارم استفاده کامل رو کرده باشین و خیلی این اقدامات زیادی رو میتونیم از طریق اینها انجام بدیم و شما هم خودتون یه بار بشین اینا رو تمرین کنین و یاد بگیرین که بعدش وارد وی بی ای بشین به راحتی. ممنونم از توجهی که داشتین، به وبسایت ما سر بزنین حتما و محصولات دیگر ما را هم مشاهده کنین. ممنونم، خدا نگهدار.